إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المزاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. خاطر مبارک دوستان استعذار دارد که گفتگو در آیات مبارکه سوره نساء است. آیه‌ای را که در ادامه مباحث پیشین خدمت عزیزان نوبت مطرح می‌کنیم، آیه شماره 34 در سلسله این مباحث. همان گونه که در نوبت گذشته اشارتی شد، این آیه از آیاتی است که به هر تقدیر حال و هوای ویژه‌ای دارد و استفاده از این آیه و به کار بستن مضامین این آیه شریفه در حدی است که گاه به شکل ضرب المثل میان مسلمانان در آمده است. اینکه با همین تعبیر مشاهده می کنید گاه فراوان به کار برده می شود ابتدا این آیه شریف این قسمت نخستین که الرجال قوامون علی النساء، بسیار به کار می بندند این کلام را و استفاده های خاصی از این جمله آیه مبارکه می شود. انشاءالله امیدواریم که با تکیه بر فضل الهی و عنایت خداوندی آنچه در بضاعت است خدمت عزیزان و دوستان پیرامون این آیه بسیار مهم محضر مبارکتون امشب مطالب را تقدیم بداریم و خداوند یاری دهد که حدود را از مزامین آیون چه باید گفته شود فراتر نگذاریم و بتوانیم حقایق این بحث رو محضرون بارک دوستان خانم ها و آیان تقدیم کنیم. البته همان گونه که گاهی هم به مزاح خدمت دوستان عزیز گفته شده است، این آیه رو گاهی بعضی ها با یه حرارت ویژه‌ای تلاوت می کنند که کمتر آیه از قرآن رو با این قدرت و قاطعیت می خوانند. یعنی گاه این آیه رو احساس میکنیم که بعضی ها با تمام وزن و وزانتشون میخوانن، یعنی 70-80 کیلو وزن برکت در میآید که الرجال قوامون علی النساء. خب این هم از زیبایی هایی است که به هر حال در این آیه وجود دارد و حساسیت این موضوع رو فزونتر میکند. همان گونه که از پیشینه آیه در خاطر مبارک عزیزان نقشی بسته است، این است که در آیه 33 قبل از اون آیه 32 خدای سبحان چنین فرمود که مسلمانان تمنی نکنید، آرزو نکنید، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، در آرزوی آن نباشید اون چیزهایی را که خداوند بعضی را بر بعض دیگر به اونها فضیلت داده است، شما تمنای چنین چیزها نکنید. گفتیم که در نظام آفرینش و در خلقت الهی تفاضل و تفاوت جاری و حاکم است.
انسان ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند و یه فضل هایی نسبت به هم دارند که اینها برخواسته از ماده تکوین و طبیعت آفرینش الهی است. یه تفاوت ها و تفاضل های این چنینی. چنین تفاوت هایی رو باید به رسمیت شناخت. اساس خلقت بر همین مبناست و شاید عدم رعایت این تفاضل هاست که انسان ها را دچار مشکل می کند که این نظام طبیعی خلقت و آفرینش الهی است. البته این نه به معنای آن است که ما تن دهیم بر هر تفضیلی و بر هر به هم زدن تفاوتی در میان انسان ها. اون تفاوت هایی که از خود وجود انسان ها برمیخیزد، از سوء رفتار انسان ها با یکدیگر و به همون تعبیری که خداوند در قرآن میگوید از عدوان و ظلم برمیخیزد در میان انسان ها، محکوم و نابجا و مردود است. هرگز سخن در این موارد نیست. نمیپذیریم این بدبی عدالتی ها و اونچه در میان جامعه بشری از دیرباز معلاسف جاری بوده است. اما اونچه خداوند در نهایه شریف مطرح فرمود اون تفاوت های طبیعی است که یه مجموعه ای رو منظم در نظام آفرینش کنار هم چیدمان می کند رعایت این تفاضل و تفاوت ها. و طبعا تمنای چنین تفاضلی رو به هم زدن به نوعی اون سازمان و نظامی رو که خداوند در خلقت طراحی می کند زیر سوال می برد و طبیعی است عوارضی هم برای انسان ها و جامعه بشری به دنبال خواهد آورد. این مقدمه بود که در آیه قبل خواندیم و به نوعی می توان گفت پیش درآمدی و بسترسازی برای همین آیه 34 بود. حال آغاز میکنیم. فرمود در رجال و قوامون علی النساء. ابتدای آیه رو مشاهده میکنید با کلمه الرجال خداوند سبحان آغاز میکند سخن رو. الرجال یعنی مردان، اونها که رجولیت دارند، یعنی مردانگی دارند. قوامون علی النساء، کلمه النساء رو هم در اینجا میبینید که با الف و لام مانند الرجال خداوند مطرح میکند. مراد از این کلمه یا رجال طبیعی است جنس رجال است، یعنی جنس مردان در قبال اون که جنس بانوان و زنان رو خداوند سبحان مطرح می کند. پس در اینجا ابتداءً صحبت زن و شوی به تنهایی نیست، یعنی خداوند فضای درون یک خانواده کوچک رو در این آیه شریفه ترسیم نمی فرماید ابتداءً، بله افراد خانواده یعنی زن و شوهر مصداق بسیار بارز و روشنی از این کلیتی هستند که خدای سبحان بازگو می فرماید. پس بنابراین خاطر مبارک دوستان باشد کلمه الرجال جنس مردان مطرح است. یه صنف و گروهی رو خداوند داره مطرح می کند نسبت به گروه و صنف دیگری، مردان مقابل زنان. الرجال و قوامون علی النساء. عمده مطلب و نکته در دو کلمه است. یه واژه اون همین واژه قوام است که به اصطلاح علمی کلید واژه عمده بحث در مجموعه این آیه شریفه همین واژه قوام خواهد بود. فرمود مردان قوامیت بر زنان دارند. به دنبال این حضرت باری تعالی تفصیل این قوامیت رو مطرح می فرماید که به چه دلیل، چگونه، با چه حدود و سغوری به تعبیر ما، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، که انشاءالله ادامه آیه رو بررسی میکنیم. همان گونه که در قسمت پیشین و آیه گذشته مطرح کردم، در نظام طبیعی وجود و آفرینش الهی در خانواده کلان جامعه بشری، یعنی در کل اجتماع انسانی، خداوند سبحان مسئولیت ها رو میان جنس انسان ها تقسیم فرموده است. مردان به نوعی در حوزه ای توانمندی هایی و به دنبال اون مسئولیت هایی دارند و زنان همین گونه. یه نگاه و دورنمای کلی که به آیه شریفه داریم، آیه جزئی است، یعنی مستاقی است از همون بحث پیشین. این که مردان اون حدود و توانایی های خودشون رو محترم بدارن و قیام به وظیفه‌شون کنن و زنان هم بر اساس اون که حضرت باری تعالی و خلقت در وجود اینها نهاده است تن به
داشته های خیش بدهند و استعدادهای خودشون رو بروز کنند تا اون اعتدال در جامعه حاکم باشد و به بیانی اون نگاه ایدئال الهی رو در میان روابط اجتماعی در میان جامعه شما به شهود بنشینید و ناظر اون باشید. خب با این جهت عرض میکنم خدمت عزیزان واژه رو تعریف میکنیم، انشاءالله برمیگردیم و کلیت مطلب رو استفاده خواهیم کرد. فرمود الرجال قوامون علی النساء، مردان قوام بر زنانند. کلمه قوام طبیعی است از ماده قومه و از ماده قیام می آید، یعنی پا بر جایی و ایستادن. نهایت این که کلمه قوام یه خصوصیت و ویژگی خاصی در این کلمه وجود دارد. به طور کلی قیام ایستادن مراتبی دارد. من این رو با همون شیوه معمول خودمون عرض میکنم خدمت دوستان و استدعا میکنم که دقیق مراحل بحث رو پیگیری بفرمایید تا انشاءالله اون نتیجه درست رو از مجموعه مطالب خدمت بزرگواران بتوانیم انشاءالله به دست بیاریم. اگر شخصی می ایستد، یعنی بر پای خیش ایستادگی نشان میدهد، در کلام عرب چنین کسی را قائم میگویند. مثلا تصور بفرمایید میگویند علی قائمون، یعنی علی بر پای خیش ایستاده است و پا بر جاست. مرحله بعد از قیام در تعبیر واژگان عرب و در سلسله مراتب همین کلمه است، قوام. یعنی ابتداعا میگویند فلان کسی ایستاده است، این میشه قائم. بعد از قیام اگر کسی توانست بایستد و دیگری را هم در کنار خیش بایستاند، یعنی در عین این که خود پا بر جاست دیگری رو هم پا بر جا کند، به چنین کسی قوام میگویند. این انسان متصف به صفت قوام بودن میشود. یه پله بیایید بالاتر، اگر کسی چنین کاری رو انجام داد و در این جهت مسئولیت بیشتری رو قبول کرد، شاید هزینه هایی رو هم متحمل شد، در یه حد قابل توجهی و یه اقدامات ویژه تری انجام داد، در کلام عرب به این کس قیم میگویند. پس مرحله سوم قیومیت و قیم، همانی که در اصطلاحات حقوقی به کار میبرید و در مسائل فقهی هم داریم، میشه قیم صغار و همان شیوهی که به اصطلاح به کار برده میشه در مسائل حقوقی و فقهی. یه مرحله از این بالاتر، اگر از قائم و قوام و قیم گامی فراتر نهیم، یعنی کار به آنجا میرسد که وجود و هستی و کیان تمام اشیاء وابسته به این صفت خواهد بود، اینجا نوبت صفت قیوم خواهد شد که الله و لا اله الا هو الحی القیوم. قیومیت یعنی پا بر جا داشتن تمام وجود، همان که میگویید ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. خداوند سبحان قائم به ذات است و تمام مجموعه هستی و وجود به ذات او قائمند، هیچ کدام قیام به ذات ندارند. حضرت باری تعالی قیوم است، یعنی تمام وجود رو پا بر جا کرده است و با تمام سرمایه و قنام خیش این هستی رو اداره و تدبیر می کند. این مقام شامخ حضرت اوست. برمی گردیم مراحل رو پایین تر، پله پایین تر از قیوم، قیم، اون کسی که به هر حال این امور رو، این جماعت رو، گروهی رو سرپرستی می کند، هزینه می کند در حد مورد نیاز. به این چنین یه پله از اون پایین تر میشه قوام. در کلام عرب قوام القائم بالامر، با شدتی که در کلمه قوام وجود دارد، سه نکته در این کلمه دیده میشه. من بحث لغوی دارم الان خدمت عزیزان، انشاءالله مضمون رو بر خدای شریف خدمتتون تطبیق خواهیم داد. هنگامی که کسی در یه امری القیام بالامر، یعنی تدبیره و اصلاح شأنه و حفظه بالاجتهاد، دقیقا معنایی است که در کتاب لغت میبینیم و کاملا روشن و شفاف است. اگر کسی قیام به امری میکند،
یعنی کسی رو در یک کاری می گمارند که این قائم به این امر می شد، اداره ای را، سازمانی را، مجموعه ای رو، اون کسی که متولی به اداره کننده این مجموعه است میگن القائم بالامر، این قیام به این امر کرده است، قیام به این کار کرده است، قیام به این وظیفه اجتماعی کرده است. یعنی چه می کند؟ یعنی این مجموعه رو تدبیر می کند، مدیریت درست می کند، اونگاه اصلاح می کند شؤونات و اون که مربوط به این است، مسئولیت پذیری کامل دارد در قبال خطرات، آسیب ها، نگرانی ها و دغدغه هایی که وجود دارد و به تمام معنا حافظ خواهد بود و این مجموعه رو دور از گزند با برجا نگاه می دارد. دقت بفرمید عزیزان، در کلمه قوام آنچه وجود دارد، من این رو کاملا دیگه با سبک و مزاق دوستان آشنا هستند، دیگه نیاز به گفتگوی بیش از این نیست خدمت بزرگواران، از ماهیت کلمه آنچه استفاده می شود و این تعبیری که حضرت باری تعالی در کلام خیش به کار می بندد و استخدام این واژه می شود، یه مسئولیتی رو می بینید خدای سبحان بر دوش مردان در نظام کلان اجتماعی و در نظام کوچکتر خانواده می نهد. مردان، جنس مردان، وقتی که بحث جنس آمد دیگه ما صحبت فرد به فرد نداریم، این خصوصیت رو برای جنس مرد خداوند سبحان بازگو می کند، ولو این که ممکن است بعض از افراد زنان نسبت مردان فضای بالاتر و برتری از این موقعیت رو احراز کنند. اینجا بحث صنف به صنف است، جنس به جنس است، نه فرد به فرد. ممکن است زنی در میان زنان باشد که قوامیت اون از بسیاری از مردان هم فراتر باشد، ممکنه امتیازات اون از بسیاری از جماعت هم فراتر باشد در میان مردان. الان بحث جنس، یعنی اون قانون کلی رو خداوند سبحان طراحی میکند و میفرماید و نظام طبیعی به اصطلاح زندگی اجتماعی انسانها را، اونی که مطلوبه در اسلام، اونی که مطلوب است در قرآن. خب فرمود این مردان چنین مسئولیتی رو دارن، مردان قوامند، یعنی اینها نسبت به زنان مسئولیتی که دارند این است که باید حفظ وجود زنان کنند، اینها باید اصلاح در شأن زنان داشته باشند و اینها باید تدبیر کنند اون اموری را که در ارتباط میان زنان و مردان در جامعه وجود دارد. این قوامیت کاملا آنچه خداوند سبحان در کلام خیش مطرح می کند، همان گونه که در آغاز سخن گفتم به نوعی تقسیم مسئولیت در نهاد اجتماع و به شکل کوچکتر اون در نهاد خانواده است. خداوند سبحان چنین میپسندد، پیشنهادی که در اسلام در نظام خانوادگی داده میشود و در سطح عمومی اجتماع باز هم تأکید میکنن، همان گونه که میدانید حفظ اجتماع یعنی مقابله با تهدیدها و خطرها، آنی که از اون تعبیر به جهاد میکنیم، آنی که از اون تعبیر به حرب و مقاتله فی سبیل الله میشود، در نظام فقهی و اجتماعی اسلام وظیفه است بر دوش مردان. قد وضع انکل جهاد، همان تعبیر کلی که از خود پیغمبر مکرم اسلام و از معصومین علیهم السلام بارها شنیدیم. جهاد و مقابله از دوش زنان در شرع مقدس اسلام برداشته شده است. پس این مردانند که در کنار حفظ وجود خودشون در قبال آسیب‌ها و خطراتی که جامعه رو تهدید می‌کند، حمله‌ها و هجمه‌هایی که به اجتماع می‌شود، مسئولیت دفاع از زنان رو هم خداوند سبحان بر دوش مردان می‌نهد. این کاملا محرز و مسلم است. یعنی مسئولیت دفاع اجتماعی، و بیاید این رو در ابعاد کوچکتر، مسئولیت دفاع از خانواده بر اساس قوانین اسلام بر دوش مرد است. این مصداق بارزی است از قوامیت، الرجال قوامون علی النساء، این مسئولیت حفظ و این مسئولیت مراقبت رو مردان بر عهده دارن که باید به این وظیفه خیش عمل کنند. حالا در ادامه هم به ما فضل الله کاملا روشن است چرا، ادامه آیه رو بازگو میکنیم و مطرح میکنیم خدمت دوستان عزیز. این یه قسمت از بحث که مسلم و روشن است. پس بنابراین در اینجا میبینیم یه مسئولیت خطیری رو که محافظت از امنیت اجتماع است
قانون اسلام بر دوش مرد می نهد. حال اگر زنان آمادگی مشارکت در این رو دارند، این که می خواهند در این جهت اقدامی بکنند و حال این که وظیفه ایشان نیست و چنین تکلیفی رو بر دوش نباید بکشند، اون بحث دیگری است. این رو هم باید در ادامه آیه شریفه در قسمت‌های بعدی هم که بازگو کنم بیشتر روشن خواهد شد. دوم، همان گونه که می‌دانید باز جنس رو مطرح می‌کنیم. اساساً به طور کلی همان گونه که در خانواده همین نکته رو می‌بینید، چه در جایگاه والد و پدر، چه در جایگاه زوج و همسر، به طور کلی در مسائل اقتصادی نگاه قرآن و نگاه اسلام این است که زنان بر دوش بار مسئولیت اقتصادی خانواده رو لازم نیست بکشن و تحمل کنند. یعنی اولین نکته ای که به مرد مسلمان در تشکیل خانواده گفته می شود این است که اولین واجبی که بر دوش تو خواهد آمد نفقه است. نفقه اون هزینه واجب و لازمی است که قانون اسلام بر دوش مرد مسلمان می گذارند. بعد توضیحش می دید، می گید نفقه چیست؟ می گید نفقه خوراک است و پوشاک است و مسکن. بسیار خوب، مثل اینکه ما این دنیای امروز رو که میبینیم اون بار سنگینی که قامت مردان مرد رو در اجتماع امروز خم کرده است چیزی جز همین سه مسئله نیست. بالاخره یا خوراک است و یا پوشاک است و یا مسکن است. عمده هزینه های زندگی همین هاست که انسان ها در دنیای امروز هم دارند. متولی امر هزینه، مسئولیت پذیر اقتصاد خانواده از نگاه و منظر قرآن مردانند. من این رو گاهی باز هم به تنوع بارها خدمت دوستان عزیز عرض کردم، اگر یه مرد مسلمانی ازدواج میکند و بالاخره اولین شرط اینه که بتواند کفالت امر خانواده بکند، کفایت اقتصاد خانواده بکند، اگر نمیتواند این متاسفانه کوتاهی است، اگر بخل در این جهت بکند، اگر یه انسان مسلمان داراست، ثروت کافی رو دارد، میتواند اداره زندگی خودش بکند، اما استنکاف میکند، بخل میکند، اجتناب از این کار میکند، به تعبیر ما حاکم شهر، به تعبیری حاکم نظام اسلامی میتواند بر این مرد به جرأت به گونه ای حکم کند که مال این رو مصادره کند و خرج خانواده اون بکند، هزینه زندگی اون رو اگر نمیپردازد از مال این فرد بپردازد. این قانون روشن و مسلم. اگر یه انسان مسلمانی اجتناب و استنکاف از اداره مادی زندگی خودش بکنند، قانون بر او حاکمیت میکند و چنین وظیفه ای رو بر دوش این میگذارند. خب یه انسان ازدواج میکنه، از اون طرف همسر به نان و نوایی میرسد، بالاخره همان حکایت چه خوش گفته از فردوسی طوسی خواهد شد، بالاخره از یه جایی ثروتی میآید، میراثی میرسد، موقعیت مادی و اجتماعی این خانم بالا میاد، ثروت بسیار زیادی دارد. طبق قوانین مسجل و مسلم اسلامی این مرد هیچ تمنا و توقعی نمیتواند از ثروت همسرش داشته باشد. یعنی این خانم اگر بخواد بگوید من تمام این ثروتم رو میخوام همه رو سرمایه گذاری کنم در بورس اوراق بهادار کجا، من میخوام این تمام رو سهام فرانکار بکنم و یک دینار اون رو، یه سنت اون رو نمیخوام تو این زندگی به خانواده صرف کنم، حق با این خانوم است. این مرد هیچ کاری نمیتواند بکند، هیچ مسئولیت، دقت بفرمایید، هیچ مسئولیت اقتصادی زن در حوزه خانواده در نگاه دینی ما عزیزان ندارد، مسئولیت نداره. اما اگر یه زنی این پیشنهاد رو میدهد، اما اگر از باب مشارکت، از باب رفاقت و دوستی و تفاهم و توافق چنین مسئله پیش می آید و زن به صحنه می آید و مسئولیت پذیری می کند، خود داند، مانعی برای این کار نیست، اما مسئولیت ندارد. آنی که مسئول پابرجایی این خانواده است و نظام اقتصادی این خانواده رو باید به دوش بکشد و اداره کند، آنی که قوام به امر اقتصاد خانواده می باشد، الرجال قوامون علی النساء، این مردانند که باید بار مسئولیت اقتصادی خانواده رو به دوش بکشند و ناناور خانواده، تأمین کننده نیازهای اقتصادی
افراد و اجزا خانواده باشند. پس بنابراین ما دو نکته عمده رو در این قوامیت میبینیم که کاملا روشن است. یک، بحث امنیت اجتماعی است. بحث حفاظت و مراقبت هست، به اصطلاح جامعه خانواده است که خداوند این جهاد رو و به تبع اون قضا رو، حاکمیت رو، قضاوت رو بر دوش مردان میگذارد، و از اون طرف بحث تأمین منابع اقتصادی و تأمین خانواده رو. الرجال قوامون علی النساء، تا اینجا آیه روشن و مشخص. ادامه آیه رو با هم تعقیب کنیم. خب این که گفتم، ببینید این لفظ آیه این چنین، آنی که در شرع مقدس اسلام میبینید همین است. یعنی در سنت پیامبر اگر نگاه کنید شما، آیا میبینید که رسول خدا مردان رو، زنان رو به اصطلاح به سوی مقابله و مبارزه و جهاد دعوت کنن کشیده باشند؟ خیر. یعنی مسئولیت امنیت رو، مبارزه با دشمنان مستقیما در سنت خود پیامبر هم بر دوش مردان است. بله ممکن شما نصیبه جراح داشته باشید، بله ممکن است فاطمه صدیقه، ممکن است بعض از زنان پیامبر در پاره ای از غزوه ها و جنگ ها همراه رسول خدا باشند، اما اینها اسلحه به دوش نکشیدن، اما اینها به مقابله دشمن نرفتند، چنین وظیفه ای بر دوش اینها نبوده است. اینها در صحنه نبرد در صحنه نیومدن، بلکه مردان بودند که این بار مسئولیت رو و این دفاع مقدس رو هم در جای خودش به دوش کشیدند و انجام وظیفه کردند. در حوزه مسائل اقتصادی همون طور که عرض کردم، اون هم همین طور. بالاخره این قواعد فقهی مستفاد از سنت رسول خدا و از عترت نبی مکرم اسلام این مطلب رو کاملا برای ما تا اینجای بحث روشن میکند. حالا ادامه آیه فرمود به ما فضل الله بعضهم علی بعض. چرا این قوامیت وجود دارد؟ چون هر که بامش بیش برفش بیشتر. عزیزان، حق و تکلیف دو سوی قضیه اند. امکان ندارد در هیچ نظام فکری و عقلی شما حقی رو به کسی بدید اما در قبال این حق تکلیفی ایجاد نشود. امکان ندارد شما تکلیفی بر دوش کسی بگذارید و حقی برای او در نظر نگیرید، و الا عاقلان نمیپذیرند چنین به اصطلاح حقی را و چنین تکلیفی را هنگامی که یک سویه باشد و دو سو نداشته باشد. همیشه حق و تکلیف با هم می آید به صحنه به شکل موازی. اونجا که موازی باشد بهترین طرح و بهترین برنامه است. خداوند می فهمد این مسئولیت بر دوش مردان است. به ما فضل الله، این از کجا برخواسته است؟ به دو چیز. یک، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به دلیل این که این مردان رو خداوند توانمندی داده است، فزونی داده است بعض ایشان رو بر بعض. یعنی در میان جامعه انسانی و بشری مردان دارای به تعبیر عرب جشوبت، صلابت و قدرتمندی بیشتری از زنانند، و این روحیه باید در مسیر خودش، این توانمندی باید در مجرای ثواب خودش قرار گیرد. این نیرو و توان است که اقتضا می کند که در صحنه نبرد پیشتاز میدان باشند. این اقتضا می کند که در صحنه مقابله بایستند در اون صفی که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، مانند بنیانی آهنین و پولادین بایستند و مقابل دشمن مقاومت کنند. این توانمندی است، این جسارت و قدرت است که اقتضا می کند در قبال چنین توانمندی اون مسئولیت هم به دوش آید. خب این یه بحث طبیعی است، کاملا روشن این تفاوتی که میان به اصطلاح وجود فیزیکی و فیزیکال زن و مرد وجود دارد. این تفاوت کاملا محرز، تکلیف هم به دنبال اون کاملا روشن. به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم. نکته دوم رو قرآن می‌فرماید. این مردان قوامیت دارند، این مردان حالت تدبیر دارند، حالت حفظ دارند، همان گونه که اشاره کردیم. عامل دوم و به ما انفقوست. اگر نسبت به اینها چنین جایگاهی داده می شود، در قبال آنیست که در زندگی مسئولیت اقتصادی بر دوش اینهاست. به ما انفقو من اموالهم، اینا باید از اموالشون هزینه کنند،
اینا باید سرماهاشون در اختیار قرار بدن. عرض کردم اون بالاترین موقعیت رو و حشمت و مکنت اقتصادی رو این همسر پیدا میکند، اما هیچ تمایل نداره در زندگیش هزینه کند، هیچ الزامی بر دوش این زن نیست. وقتی به دوستان مزاح میکردیم میگفتیم بالاخره عرض به خدمتون بگید یک کسی دختر آقای مثلا بیل گیتس رو بگیرد و این آقا کارمند میاد تو خونه مثلا عرض به خدمتون مشکلات اقتصادی از وام و غیره شکواییه کند، اون هم میگه دیگه همین است که هستی که ما بالاخره تو مثلا بورس شیکاگو سنبالمون، نمیخواد بیرون بیا بریم، هیچ کارش نمیشه کرد، به هیچ دیوانی به دیوان لا هم نمیشه شکایت کرده بدن، هیچ کاری از دست بر نمیاده بدن، همین است که هست. هنگامی که انسان مسلمان پای به تشکیل زندگی مشترک میگذارد، اینجا یا نباید بیاد تو این صحنه یا گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، باید این مسئولیت مالی رو به دوش بکشد و بیاد. خب در کنار اون باید یه حقوقی برای مرد در نظر گرفته بشه، باید یه قائمه به امر بودنی به اون به اصطلاح بدن و یه حقی رو در نظر بگیرند برای مرد و به ما انفقو من امواله. خب اینجا من یه نکته داخل پرانتز رو عرض کنم، دیگه ناچارم عذرخواهی میکنم که یه مقداری شفافتر این بحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم. بر تقدیر دو حق به عنوان حق واجب، چون ادامه آیه این بحث رو لازم داریم مطرح میکنم، دو حق به عنوان حق واجب به مرد مسلمان در زندگی مشترک خانوادگی داده میشود در اسلام. بقیه مسائل عزیزان مشارکت است، همگامی است، توافق است. همینطور که یه مرد در زندگی توافق میکند یه خدماتی رو بیش از وظیفه نسبت به زندگی خود عمل کند و عمل میکند، اینی که به هر حال عرض توسعه و یه گسترشی رو بر خانواده خودش میدهد که از مستحبات اسلام و شرع هم هست، اینی که پاره از حوائج و نیازمندی ها رو فراتر از تکلیف انجام میده یا بعض از مسئولیت های دیگه و کارهای دیگه رو انجام میدهد، بر اساس اون زن هم توافق میکند که در زندگی پاره از خدمات رو انجام بده، اداره بعض از امورات، همینی که خداوند حفظ کناد بانوان مؤمن، بانوان زندگی دوست را که متاسفانه در روزگار ما به تلاش و کوشش اجتماعی و اقتصادی زنان بیش از اون تلاشی که در درون خانواده انجام میدهند و اون نظم بخشی درون خانوادگی و جایگاه این چنینی اینها کمتر بها داده می شود، به این و بیشتر به اون بها داده می شود، این زنانی که چنین عمل و چنین وظایفی رو به دوش می کشند، اینها به تکلیف شرع موظف به این کارها نیستند. ما حق ایجاد اختلاف بین خانم ها و آیان رو نداریم در زندگی خصوصی، اما این روشن و مشخص است وظیفه یک زن مسلمان به تعبیر ما پخت و پز نیست، رفت و روب نیست، اینها وظیفه نیست، تکلیف شرع نیست برای زن که چنین کارهایی رو انجام بدهد، اینها توافق است. باید این زندگی چرخ اون بچرخد، باید این خانه رونق و به اصطلاح آبادان باشد، باید مسئولیت ها رو به دوش گرفت، کارها رو انجام داد، زندگی و همزیستی در نهایت همگونی و در نهایت مشارکت شکل بگیرد. اما اون دو حقی که به عنوان حق بر دوش زنان نهاده می شود نسبت به مردان، عرض کردم عذرخواهی می کنم، یک حق تمکین جنسی که البته مسئله دو سویه است، بحث تمکین جنسی است، و دوم همانی که از آنگاه تعبیر میکنیم به حق ورود و خروج، یعنی به حق هماهنگی آمد و شد نسبت به زن مسلمان در حوزه خانواده، یعنی که این شوهر باید بداند الان همسر او کجاست، آیا رضایت به این ورود و خروج دارد یا ندارد، آیا میپسندد این آمد و شدها را یا نمیپسندد. این هم حقی است که ما در شرع مقدس اسلام میبینیم، این دو حق انجام دادن اون بر دوش زنان واجب، ماورای اون تفاهم و توافق. حالا دقت بفرمایید، فرمود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. تا اینجا سخن روشن، فکر میکنم انشاءالله ابهامی نداشته باشیم در آیه شریفه. باز هم یه مروری اگر بکنیم قضیه رو، بالاخره بر اساس اون خصوصیات وجودی که در مردان دیده میشود، توانمندی که دارند اینها، توقع اقتصادی از اینها بیشتر است.
شما به جوامع غیر دینی هم که نگاه کنید قصه همین است. این نه بحث یهودیت است، نه بحث مسیحیت است، نه بحث اسلام است. در سراسر تاریخ بشری امروز و دیروز آن دوران معاصر و پیشینه تاریخی انسان‌ها رو در حیات اجتماعیشون که نگاه میکنید قصه همین است. یعنی سهم تولید و سهم تلاش بیشتر از آن مردان بوده است تا زنان، به دلیل توانایی بیشتری که در این حوزه دارند، به دلیل اینکه بیشتر میتوانند این نیرو رو صرف کنند در جامعه و صلابت این کار و تلاش اقتصادی رو خدا بیشتر در وجودشون قرار داده است. همون که عرض کردم، هر که بامش میش برفش بیشتر، این تلاش رو باید انجام بدن. خب از اون طرف باز در وجود زنان پاره از مهارت ها و ویژگی هایی که در نوع خودش بسیار قابل توجه و جالب است. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم در بعض از مباحث ویژه، شما اگر دقت کنید، این خیلی ساده میگم که هم تنوع باشه هم مطلب رو در این حال مطرح کرده باشیم خدمت دوستان عزیز، شما واقعا نگاه کنید هر کدام از ما این نقش ها رو بعضن حالا به دوش کشیدیم، انشاءالله دوستان جوان من هم این نقش های بعدی رو به دوش خواهم کشید. هر کدام از ما بالاخره فرزند بودیم، پدر هستیم، شوهر هستیم، هر کدام از خانوم ها دختر بودند، اینها انشاءالله همسر میشن، مادر میشن یا هستند. اینو میبینیم، کاملا میتونیم قضاوت کنیم. من از دوستان عزیز میپرسم و خانوم ها همون طرف به شکل دیگری پاسخ این رو در ذهن خودشون دارن. یعنی واقعا ما وقتی مرور میکنیم ببینیم آیا خواهران ما مهر ورزی و محبت بیشتری به والدین داشتند یا ما که پسر بودیم، کدام یک از ما قوت نشان دادن محبتشون بیشتر بود؟ کدام بیشتر در این جهت مهارت و تسلط داشتید؟ هنگامی که شوهر شدید، آیا همسران شما در دوست داشتن و دوست داشتنی بودن از شما مهارت بیشتری داشتند یا شما؟ آیا اونها در این جهت گوی سبقت رو می رو بودند یا شما توانایی بیشتری داشتید؟ زنان بیشتر نسبت به شوهرانشون ابراز محبت می کنند، دلبری و دلدادگی دارند، یا مردان نسبت به زنان؟ این که روشن. هنگامی که نقش پدر و مادر رو میبینید، آیا پدران ما در موضع و در جایگاه پدری به فرزندانمون بیشتر مهرورزی و عطوفت و ملاطفت و نرمش نشان دادیم یا همسرانمون یا مادرانشون؟ کدام یک؟ آیا بالاخره این مادران نبودند که زبان محبت آمیزشون، سینه سنگ صبورشون، رفتارهای سراسر از مهرشون در خاطر فرزندان همیشه بیشتر باقی میماند تا پدران؟ خداوند این قدرت رو و این توانمندی رو در وجود زنان اونچنان قرار داده است که میتوانند سر و گردنی بالاتر از مردان این گوهر و اکسیر محبت رو در فضای جامعه انسانی منتشر و پراکنده کنن. همون محبتی که از محبت خارها گل می شود، همون محبت رو، چه این توانمندی رو اونها بیشتر از مردان دارن. این یه اصل در جامعه انسانی. بر اساس همین حوزه ها و بر اساس همین بخش های متفاوتی که وجود دارد مسئولیت ها تقسیم میشه. نقش مادری چنین اقتضایی رو دارد، نقش همسری از اون سو نسبت به زنان چنین اقتضایی رو دارد و این قدرت و توانمندی در بانوان بسیار وافر و بیشتر از مردان مشاهده میشه. اینجا همون مسئولیتی که خدا میگذارد و حقی که ایجاد میکند به دنبال چنین تفاوت‌های بنیادی است که پیشنهاد داده میشه. خب حالا ممکنه اقتضای جامعه بشری نباشه، ممکنه مسئولیت‌های اقتصادی امروز به گونه‌ای دیگر تعریف شود. این نظام ایدئال اسلام نیست، اما اسلام براش طرح داره، پیشنهاد داره. اگر چنین وضعی شد به چگونه‌ای باید رفتار کرد؟ توضیح عرض به خدمتون بفرمایید مسئولیت‌ها چگونه باشد؟ اون نظام ایدئال این است که خداوند میگوید که بار مسئولیت مالی، بار مسئولیت اقتصادی و امنیتی به عنوان وظیفه و تکلیف بر دوش زنان نهاده نشود. حالا اون طرف قضیه رو 50% اول رو در مورد مردان خواندیم، من رجالو. حالا بیاید این طرف. فالصالحات و قانتاتون حافظاتون للغیب بما حفظ الله
و لاتی تخافونه، تا اینجای آیه رو من عرض کنم ببینیم بیش از این میرسیم. مردان رو اشاره فرمود خداوند به باری که بر دوش دارن و مسئولیتی که باید با آن قیام کنن و انجام وظیفه کنند. از این طرف میفرماید سهم زنان چی؟ چقدر تعبیر زیبایی رو قرآن به کار میبرد، مثل این که داره دقیقا اون خانواده ایدئال ترسیم میشه وضعیت درونی اون. سه ویژگی رو قرآن برای زنان به عنوان اون وظیفه مطلوب و به تعبیر خودمون همون خانواده مقبول و ایدئال قرآنی مطرح میکند خداوند سبحان. یک، فصالحات و زنان صالح. اولین ویژگی صلاحیت، مثل این که اولین چیزی که خانواده نیاز دارد که بانوی این خانواده دارای چنین ویژگی باشد صلاحیت است. صلاحیت مقابل چیست؟ فساد. نقطه مقابل فساد. صلاح ضد فساد است. صلاحیت کارایی است عزیزان. صلاحیت اثر بخشی است به اصطلاح ادبیات امروزین ما. صلاحیت در فکر، صلاح در عمل، صلاح در اخلاق و رفتار. فصالحات، اون زنانی که صالحند، اینها هیچ تمایلی به فساد فکری ندارند، به انحراف فکری ندارند، به انحراف اخلاقی ندارند، به انحراف اجتماعی ندارند، در یه دنیایی و در یه فضای پاکیزه صالحی به سر میبرند. فصالحات و قانتات و حافظات. من یه توضیح لفظی میدم بعد اینو باید اشاره دیگه داشته باشم خدمت عزیزان. قانتات از ماده قنود، قنود لزوم و طاعه، یعنی قوم لله قانتین. قنود اون پیوستگی و استمرار در طاعت الهی را قنود میگوین. یا مریم قنوتی لربک، مریم برای پروردگارت قانت باش. اون اوج عبادت، زیبایی و دوام عبادت رو به بیان میتوانیم چه بگیم؟ میتونیم بگیم قنود. دقت میفرمایید؟ خب، قانتاتون، اون زنانی که دلبستگی و انسشون با پروردگارشون و قیام وظائف عبادی و اون چه بین ایشان و خداست محکم و مستمر است. این روحیه عبادی، این بنده شایسته خدا بودن، این ارتباط پیوسته با حق موجب می شود که آن به آن قوت وجودی اینها افزوده می شود. توانمندی و تحمل اینها در زندگی فرا می آید و می توانند به نیکی و به درستی شأن خودشون رو در محیط خانواده پیاده کنند و انجام وظیفه کنند. سوم، حافظاتون للغیب، زنانی که حافظند برای غیب. حالا حفظ چی می کنند؟ غیب مراد چیست؟ شاید بتوانیم همان گونه که مفسرین استفاده می کنند از آیه شریفه، اینها خودشون رو حفظ می کنند. ابتداعاً حافظ نفسند، حافظند نفسه، اینها حافظ نفسشون و وجود خودشون هستند، خیشتن رو حفظ می کنند. آن چه مربوط به خودشون و همسرانشون خواهد بود، عهدی، پیمانی، حتی اموال، حتی اگر رابطه مالی با هم دارند، اموال شوهر رو، اموال زندگی رو حفظ می کنند، ناموس، ارث و آبرو و نفس خودشون رو حفظ می کنند. حالا مخصوصا این که در غیاب همسرانشون باشد، دیگه در حضور، در وجود حاضرشون که کاملا روشن، حتی در صحنه نبودن همسران هم به تمام معنا هیچ تفاوتی با وجودشون ندارد. وجود خودشون رو، افاف خودشون رو و ارز رو کاملا پاس می دارن، تعهداتی که دارن کاملا پایبند به اون هستن و حافظند. حافظاتون للغیب، به ما حفظ الله، همان گونه که خداوند اینها رو حفظشون کرده است، همان گونه که خداوند حرمتشون می نهد، همان گونه که خداوند آموزششون می دهد به این حفظ، اینها عمل به وظیفه می کنند. حالا مثل این که اینجا می تونیم اینطور بگیم، ابتداعا خداوند در یک کلمه جان مطلب رو عزیز من فرمود. یعنی اگر بخوایم گزینش کنیم در یک کلمه بگیم کدام زن رو خداوند در محیط خانواده امتیاز میدهد و برمیگزیند، میتونید در یک کلمه بگید صالحه. در یک کلمه، صلاحیت بالاترین امتیازی است که فراتر از جمال و
فراتر از انتساب و نسب و قبیله و عشیره و همه چیز، خداوند برای یه زن به عنوان امتیاز برتر مطرح میکنند. حالا این صلاحیت دو حوزه دارد. یه صلاحیت در ارتباط با خداست، یه صلاحیت در ارتباط با خلق و مردم. لذا به دنبال اون فرمود قانتاتون در ارتباط با خدا سادند کاملا. اینها پایبندی به اصول دیانت دارند، پایبندی به عبادتشون و ارتباطشون با خدا دارند. به دنبال اون حافظاتون دلقیب در حوزه رفتار با همسرانشون و دیگران. پس صلاحیتشون هم ارتباط با خداست، هم ارتباط با خلق است. حافظاتون دلقیب به ما حفظ الله. حالا تا اینجا آیه مشخص و لاتی تخافون نشوزهن دیگه آیه رو همینجا فرو میگذاریم خدمت دوستان عزیز و ادامه آیه رو که میدونید به هر حال مسئله برانگیز است و جمع‌بندی ابتدای آیه و انتهای اون رو باید انشاءالله در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز مطرح کنم. پس در مجموع سخن این چنین در یک کلمه استفاده شد که در نظام خانواده و جامعه خداوند مسئولیت‌ها رو توضیح می‌کند بین زنان و مردان. یه بارهایی بر دوش مرد نهاده می‌شود، حفظ امنیت خانواده و جامعه، متولی امر اقتصاد خانواده بودن، بنابر اون توانمندی هایی که مردان دارند بر دوش اینها نهاده میشه. از اون طرف هم یه حقوقی به مرد داده میشه در قبال این تکلیفی که بارکش آن خواهد بود. خب پس بنابر این آیه رو دیگه نمیشه اونطور که بعضی ها میخونن خوند. این آیه دیگه نباید به نوعی، البته من در حضور حضرت آیت الله جناب آقای شیرازی عرض میکنم بالاخره که خب مسلط در به حمد الله آراء متأخرین و متقدمین و در حوزه فقاهت دیگه کاملا بالاخره مبانی فقه رو هم که زیر رو کنیم بیش از این در نمیاد دیگه، یعنی سراسر فقهمون رو هم که نگاه کنیم همین دو حق بیش نخواهیم دید که این دو حق هم تابع آنیست که خداوند سبحان به ما فضل الله و به ما انفقو در خود آیه ریشه های این نکته رو بازگو میفرماید. انشاءالله ادامه این آیه رو و این بحث رو با خصوصیات دیگری که دارد نوبت آینده خدمت دوستان عزیز تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر و دقیق کلامش رو به هممون عنایت بفرماید.